قصه بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمه سید صادق حسینی شیرازی دامزه له در شهر مدینه منوره که به مناسبت ایام حج افتتاح شده است، همانند سالهای گذشته فعالیت‌های خود را با قدرت و به صورت منظم و روزانه آغاز کرده است. از جمله اصلی ترین فعالیت‌های این قصه، پاسخ به پرسش‌های شرعی، دینی و اعتقادی مراجع کنندگان است. از دیگر فعالیت‌های بعثه آیت الله العظمه شیرازی دامزه له در مدینه منوره، استقبال از علما، فقها، خطبا، طلاب علوم دینی، فعالان دینی و عموم شیعیان و علاقمندان به مرجعیت و نیز عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است. دیگر فعالیت این بعثه، برگزاری مجالس علمی، مباحثه، گفتگو و تبادل نظر دینی و فرهنگی است که هر روز در دو نوبت صبح و عصر برگزار می شود. اعضای بعثه آیت الله العظمه سید صادق شیرازی دامزه له همچنین به صورت منظم و هر روز با مراجعه به بعثه دیگر مراجع تقلید با اعضای آن دیدار و گفتگو می کنند. برگزاری نماز جماعت در نوبت های مختلف توسط حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی شیرازی، فرزند مرجع راحل مرحوم آیت الله العظمه سید محمد شیرازی قدس سره نیز از دیگر فعالیت‌های این بعثه به شمار می‌رود. حجت الاسلام شیخ مصطفی معاش عضو بعثه آیت الله العظمه شیرازی دامزه له از مدینه منوره با ما هستند. حاج آقا سلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکاته. عرض ادب و احترام، زیارت قبول، حجتون مقبول. خیلی ممنون، سلامت باشه. حاج آقا بفرمایید. سلامت باشین. درباره تفاوت فعالیت‌های بعثه آیت الله العظمه شیرازی نسبت به سال‌های قبل کمی برامون توضیح بدید. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على محمد والی طیبین طاهرین. از روز اول ورود بعثه حضرت سماحت آیت الله العظمه سید صادق الحسین شیرازی دامزه له به مدینه منوره، از روز اول شروع به کار و آمادگی بعثه حضرت در مدینه منوره و شروع کردن به زیارات دفاتر مراجع، همچنین ادامه به برنامه سالهای قبل. امسال یه خود بیشتر وضعیتش فرق می‌کنه، چون مردم چند سال قبل ممنوع بودن و از نظر کرونا این چیزها سخت بوده، نه مردم حضورشون بیشتر بوده، از دنیای همه مردم اومدن با مخاطر کار بیشتر از اول شد. و امسال از روز اول شروع شد، از اول صبح تا نزدیک بعد از مغرب فعالیت حضرت آیت الله العظمه سید صادق شیرازی دامزه له ادامه دارد. و یکی از فعالیات مثلا استقبال مردم و زوار و حضور و جوابه مسائل شرعیشون به اضافه استقبال بعثه های مراجع دین و شخصیات در مدینه هستن، به اضافه که یه وقتی از بعثه های آقای شیرازی به دیدن بعثه های دیگه هم می رفتن. بله حاج آقا بفرمان، برنامه های این بعثه برای روزهای باقی مانده چیه؟ بفرمان. و به اضافه که اقامه نماز جماعت ظهر و عصر و مغرب و عشاء. بله آجا. آجا نباش. یه بار یه سوالمو خدمتتون عرض میکنم. برنامه های این بعثه برای روزهای باقی مانده رو بفرمایید چیه؟ بله. ما تا فعلا تا جمعه و شنبه در مدینه هستیم. ان شاء الله بعدش هم حرکت به مکه مکرمه ان شاء الله. و اینجا هم برنامه دوباره از اول بعثه حضرت آیت الله العظمه سید صادق حسینی شیرازی دامزه له ادامه بشه. و همون فعالیتی که انجام میشه از نظر استقبال مردم، قضا حاجات مردم، زوار، حجاج و بیشتر معلومیدین که اینجا در مدینه و در مکه از همه دنیا میان و از همه زبان میان و همیشه در تماس با مردم، هم در بعثه، هم در زیارات، هم در حرمهای مطهر. و از نظر علما و مراجع دین، یعنی بعضی اوقات میبینی که چون بعضی دفاتر مراجع در دنیای مختلف هستن، در مدینه و در مکه بیشتر
فرصت هست که ملاقات و دیدار هست. معمولا یعنی شاید بعضی افراد یک سال یه بار میبینی، اینجا تو مکه و مدینه بیشتر میتونی ببینی و ملاقات و تواصل و زیارات و بلخص بحث علمی هست، بحث های عقادی هستن، بحث های مسائل شرعی مبتلا به الان زوار و حجاج مبتلا هستن، همیشه در تماس هستن. یعنی بعثه و کلن بعثه در دو تا حرکت میکن. حرکت اول که در خود بعثه هستن که استقبال مردم و استقبال بعثه های دیگه هستن، مراجع دین، و حرکت دوم که میرن بیرون برای زیارت بعثه های دیگه یا بعض شخصیات و علما هستن. این هم هست، هر سال هست، با ما امسال بیشتر شده به خاطر مردم بیشتر اومدن، به حساب بیشتر اومدن، اعداد بیشتر شدن، تنوع بیشتر شده. بله، تشکر میکنم از شما آقا. التماس سلامت باشه. خیلی تشکر میکنم از شما.